های مودت بعد از سالهای 62-63 که شما از کشور خارج شدین فعالیت‌ها رو چگونه ادامه دادین؟ چطور با شورای ملی مقاومت آشنا شدین؟ خب من اشاره بکنم از اونجا که دیگه بعد از انقلاب هر کدوم هر ایرانی که من یادم میاد نمیتونست جدا از مسائل جاری سیاسی اجتماعی ایران باشه. بهتر من هم دنبال میکردم، من هم با مرور اطلاعیه ها، نشر مجاهد، نشر فدایی ها و خیلی از گروه های دیگه نشریه میدادن، جبهه ملی میداد نگشته با نکنم و چند و یا در جلو دانشگاه من یادم انقدر کتاب خریده بودم که گاهی دیگه منظر میگفتن که اینا رو کجا میخواییم جا بدین، چون انقدر علاقه بود، انقدر انگیزه بود و انقدر ذهنیت ما به این بود که انقلاب شده و ما باید واقعا جامعه ما رو به رشد بره، رو به سازندگی بره، مسائل دنبال میکردن. بهتر هم توی گفتم بعد از انقلاب هم با آقای ادیبی ما ساعت ها بحث داشتیم در همه مسائل، در حتی در مورد خود سازمان مجاهدین، در مورد خود کاندیداتوری مسعود رجوی، مسائلی که تو جامعه پیش اومده، اختناقی که پیش اومد. ما موقع بحث در مورد اختناق میکنیم که هنوز بهشتی بود، یعنی حالا ما اینو صحبت میکنیم خیلی دفعه میکنم مثلا ما در گروهی بودیم، ولی نه، این یه بحث عمومی بود. یعنی هر ایرانی یا هر کسی رو که ما باش برخورد میکردیم بحث روزی بود که به کجا داریم میریم. و بهتر دنبال میکردیم تا اینکه خروج پرواز آقای رجوی رو شنیدیم و تشکیل شورا رو من دنبال کردم شنیدم و بعد اینکه ورزشکارانی حضور دارن در شورا و از اونجا که شرایط دیگه شرایط مناسبی نبود که من در ایران بمونم، خرداد تیر ماه 63 من خارج شدم و آقای ادیبی اون موقع چون من در جریان خروجش بودم مشکلاتی که داشت اون موقع بعد شنید که من آلمان اومدم ملاقاتی کرد و مسئله دو روز با هم صحبت کردیم. خب حالا فرصت نیست، ولی مسئله اون روز بود که با بودن بنی صدر هنوز در شورا کلات اخراج شده بود دیگه اون موقع. ولی یکی از شاید باور نکنید یکی از مشکلات ما که البته خب بازم میشه گفت تقریبا جوان اون موقع بودیم حضور بنی صدر در شورا بود. مثلا من اینو برای خیلی هم میگم مثلا باور نمیکنن که خود چطور شما که بدون اینکه هیچ رابطه‌ای با هیچ سازمانی داشته باشید برای خودتون این تحلیل رو داشتید، ولی ما اینو تو مجموعه دوستانمون این بحث همیشه میکردیم که بعد آقای ادیبی اومدن و گزارش ها رو به من دادن و بعد دیدم که نه اخراج شده و بازم با توجه به اون وظیفه اینکه به خارج نیومدم که دنبال یک زندگی فقط برم، وگرنه سابقا هم امکانات زیادی بود برای تک تک ما که بتونیم هم به ورزش بپردازیم و هم از امکانات دیگه در خارج استفاده کنیم. این که خب با صحبتی که شد تصمیم گرفتم که در کنار مقاومت قرار بگیرم و بتونم نقشی داشته باشم. چقدرشو نمیدونم، ولی در اصل ترجیح دادم که همونطور که بعد از شناخت از رژیم خمینی و خود شخص خمینی که تمام آرزوها و تمام اون چیزی که ما برای انقلاب فکر میکردیم دزدید، تصمیم گرفتم که نه رو به اون بگم و بتونم قدمی بردارم. فعالیت ها در شورا چگونه ادامه پیدا کرد؟ میدونم که همطور که اشاره کردید بسیاری از ورزشکاران ملی و قهرمانان عضو شورای ملی مقاومت هستند. بله، خوشبختانه بعد از بحثایی که من آقای ادیبی کردم و بعد تو مدت زمانی که من با دوستان در شورا که هنوز عضو نبودم و با اعضای سازمان مجاهدین هوادارا رابطه نزدیک پیدا کردم، متوجه شدم که در واقع این مقاومت زمینه که خودش ارزش‌های خیلی بسیاری داره به خیلی از مسائل با دقت، با توجه و با مسئولیت نگاه میکنه و این برای من خیلی مهم بود.
به خصوص که مسئله برای ورزش و برای ورزشکارا ارزش قائل شدن. یعنی من خودم به عنوان یک ورزشکار دیدم یک خانواده ای هست که منو با همینی که هستم، همینجوری که فکر میکنم و با همینی که دارم حرف میزنم منو قبول میکنه، بدون اینکه بخواد مثل اون سیستم بخواد که من جوری دیگه فکر بکنم یا جوری دیگه عمل بکنم. و این برای من خیلی جالب و دیدم که خب بلتب اینجا حداقل میتونم کاری انجام بدم، که خوشبختانه متوجه شدم که نه آقای ادیبی تنهاست، نه من، بلکه دوستان دیگه هم هستن و اونم از بهترین های واقعا من میتونم به جرئت بگم، اگر خودم رو میکشم کنار، ولی در واقع میخوام بگم که برای بخصوص نسل جوان اینو بدونن که شورای ملی مقاومت بهترین های ورزشکارا رو در خودش داره، از پهلوان فیلاوی که سمبل پهلوانی و جانشین به حق بازوبند پهلوانی پهلوان تختی هست، از حسن نایب آقا به عنوان یک قهرمان فوتبال، آقای ادیبی با سابقه واقعا بازیگریش در تیم پرسپولیس و تیم ملی، سپور قهرمان قایقرانی، محمد قربانی قهرمان جهان کشتی اصلا بی نظیره، یعنی بعد از اون ما اصلا نداشتیم همچین بود. بعد عباس نوروزگار از قهرمان فوتبال ملی و باشگاه تاج اون زمان، و این مجموعه خب به طب آدم توجه میکنه به مقدار حساستره که چطور میشه که این تعداد بتونن در این خانواده حضور داشته باشن بدون اینکه این مقاومت ارزش قائل باشه امکانش نبود. و تا امروز هم همین ادامه داره، تا امروز هم همین روابط ادامه داره و این باعث فکر کنم افتخار تک تک ماست که عضو این خانواده هستیم و این برای جوانانم من فکر میکنم میتونه یک الگویی باشه، در اصل یک تاریخچه کوچیکی از یا کوتاهی از ورزش ایران هست، ولی این تعداد فقط عضو شورای ملی مقاومت هست. مگه اینو در طیف حامیان این مقاومت ما خیلی داریم، محمد بهروزی از داوران رسمی فوتبال، بعد غلامی از قهرمانان کشتی و تعداد زیادی داریم، با علی خانی هست، مجید مشتری، حسین فداکار، مهدی غزال، یوسف مهدوی و تعداد خیلی زیادی ما در طیف هوادارا داریم که از ورزشکاران خوشنام بودن و پرسابقه، و این نشون میده که راه درستی رو انتخاب کردیم. طبعا برنامه های شورا برای ورزش آینده ایران و خواستشون، بله بهتر، چون اگه توجه بکنیم در مسابقات شورا و یکی از مسابقات که مثلا جدایی دین از دولت هست و در ارتباط با همین ده ماده خانم مریم رجوی، وقتی مسئله آزادی مطرح میشه که هر کسی با هر عقیده با هر تفکری میتونه هر چی که دلش میخواد بپردازه، و اون چیزی که شاید من اشاره نکردم کوتاهی از من بوده در ورزش خودش رو نشون میده، مسئله اینه که ورزشکار بدون آزادی امکان نداره بتونه حرکت مثبتی انجام بده. اگرم در شرایط اختناق امروزی ورزشکاری به نتیجه میرسید، باور کنید که سختی های زیادی رو به دوش میکشه تا میتونه موفق بشه، برای اینکه آزاد نیست. و این چیزی بود که ما اون موقع در اون زمان که هنوز بحث سرنگونی رژیم سلطنتی مطرح نبود، ما در سفرامون در اردوهامون با این مسئله اصلا مواجه بود، باهاش مبارزه میکرد، نه مبارزه سیاسی، بلکه اینکه مأمور سابق با ما میومد حق داشت تا یه حدی با ما رابطه برقرار کنه یا حق داشت تا یه اندازه بیاد، ولی بعدش بهش اجازه نمیدادیم. در محیط مثلا اردوها باید آزاد میبودیم که چی بپوشیم، چیکار بکنیم، چیکار نکنیم، یعنی همه اینا بحث میشد، حالا نه بحث رو در رو ولی بحث بود. بنابراین ورزشکار بدون اینکه آزاد باشه امکان نداره بتونه فعال باشه، بتونه بدون دغدغه کار بکنه.
و همینطور که اشاره کردم اگر امروز ورزشکاری موفق میشه واقعا باید بهش ایوالله گفت، در این شرایط اختناق برای اینکه سختی زیادی رو باید بگذرونه و ما اینو میخوایم از بین ببریم و این مقاومت میخوایم از بین ببریم که هر کسی و به خصوص اون چیزی که به ما مربوط میشه، اگه موضوع ورزش هست که هر ورزشکاری آزاد باشه از نوجوانی گرفته تا بالا بتونه خودش انتخاب کنه، خودش حق حرف زدن داشته باشه و خودش تصمیم بگیره که چیکار بکنه. و این خوشبختانه در این خانواده بزرگ مقاومت و به خصوص در شورای ملی مقاومت تا امروز مؤثر بوده، امکانش بوده و براش ارزش قائلن و این من فکر می‌کنم بهترین جایی بود که ما میتونستیم حضور پیدا کنیم. طبعا آقای مبدت اشاره کردین از خواستتون برای سازندگی بعد از انقلاب به ویژه در زمینه ورزش، برنامه‌ها و طرح‌هایی در این رابطه مطرح شده، صحبت شده در شورا؟ بله، در کمیسیون ورزش. خوشبختانه بعد از اینکه شاید یکی از سرفصل‌های بزرگ این مقاومت است که خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت انتخاب شد، بعد از اون دستاوردهای زیادی این مقاومت داشته، از جمله همون ایجاد یا به وجود آوردن کمیسیون ها بود که یکیش کمیسیون ورزش است و پهلوان فیلابی مسئول آن و به تبع صحبت های زیادی میشه، ولی خب در واقع الان طرح دادن به اون شکل با توجه به ساختاری که دستگاه ورزش در حال حاضر در اونجا داره در موردش بحث میشه ولی کارایی نداره. ولی دید ما یا دید این کمیسیون به ورزش اصلا یک چیز متفاوتی هست با اون چیزی که در جامعه فعلی ایران حاکم است. اگر ما فرصت باشه واقعا به مسائل و فجایعی که الان در دستگاه ورزش ایران وجود داره که اتفاقا وزارت ورزش هم ایجاد کردن، درست کردن، بعد میبینیم که خب باز این نوید وجود داره، این امید وجود داره و این پیامو بارها از به خصوص خانم رجوی بارها تو این مسائل صحبت میکنن که آینده واقعا مال نسل جوونه و حتما هم بعد از سرنگونی مقاومت موفق میشه که بتونه در سازندگی باشه تا به بیشتر بتونه واقعا به اون چیزی که ما 30 و چند سال پیش ازمون گرفتن و نذاشتن که راه ادامه بدیم بتونیم باشه تا به بیشتر شروع کنیم انشالله. وقت زیادی نداریم اما خوبه که اشاره بکنیم چرا ورزش و فوتبال ایران به خصوص به این وضعیت افتاده، هرچند که موفقیت هایی داشتن که فکر میکنم اونطور که شما اشاره کردین به خاطر تلاش ها و کوشش های فردی ورزشکاران با غیرت ایرانی هست، ولی علت همه مشکلات و فسادی که هست توی به خصوص جامعه ورزش چی هست؟ خب جامعه ورزش جامعه انفجاریه، رژیم از روز اول هم متوجه شد که به خصوص در رشته فوتبال اگر کنترل مطلق نداشته باشه میتونه به صورت انفجاری عمل بکنه و ما شاهدش بودیم چند بار اتفاق افتاده. به خاطر این برای کنترل از اونجا که نمیتونه از عناصر واقعی ورزش، از کسایی که سابقه ورزش دارن یا دانش ورزش رو دارن استفاده کنن، همیشه از نمونه آدمایی که در فالانش بودنشون و یا در سرسپردگیشون به رژیم و وابستگیشون به رژیم در کشتار در نمیدونم سرکوب حضور داشتن، اینا رو در طول این سالهای گذشته همیشه در رأس کارا گذاشته، به خصوص در مدیریت دو باشگاهی که امکان انفجارش هم میشه بوده، یکی باشگاه پرسپولیس و یکی هم استقلال. مدیرانی که تا به حال اومدن سر این کارا، اولا که این رژیم زمینه ساز خیلی عالی برای مفسدین، برای تولید مفسدینه، برای اینکه از اون بالاشون تا پایینشون همه دزدن. هر کی در هر جایی که قرار میگیره اولین کاری که میکنه جیب پر کردن جیب خودش. این مدیرانی هم که برای باشگاه فرستادن یا برای دستگاه ورزش هستن اینجور کردن، اینا همینه، فساد نهادینه شده. ما در بحث های گذاشتم روی این بحث کردیم، نمیخوام به طور
با گسترده دوباره بحث بکنیم، ولی واقعا از اونجا که فساد نهادینه شده در تمام سطوح جامعه، در ورزش هم همینه، در سطح باشگاه هم همینه، و تا موقعی که این رژیم هست ما اینو خواهیم دید. الان وضعیت ورزش اینقدر مطالب هست که بشه بحث کرد، در اختیار به خصوص جوانان گذاشت، که البته خودشون هم من میدونم مطمئنم که با این امکاناتی که الان وجود داره دنبال میکنن، از باشگاه محبوب پرسپولیس گرفته استقلال گرفته تا باشگاهی که تحت پوشش صنایع هست هستن در شهرهای مختلف کشور، تماما تحت کنترل هستن و تماما داره یک فسادی ایجاد کرده، مدیران همه دنبال زد و بند هستن و این وزارت ورزش هم که الان ایجاد شده، نفری که اومده بالا هر دانشی که میخواد داشته باشه، ولی در واقع هیچ قدمی نمیتونه برداره. الان مدت هاست بحث بر سر خصوصی کردن دو تا باشگاه هست، من همین امروز خبر رو دنبال کردم که گفتن که اصلا این امکان نداره، باشگاه ها با بدهی های بالا، با دزدی هایی که شده تازه بدهی های خیلی کلونی دارن. الان باشگاه پرسپولیس بالای 70 میلیارد بدهی داره، استقلال بالای 50 میلیارد و تیم های صنعتی که وابسته به صنایع هستن که بیشتر. یعنی اگر واقعا یک فرصتی باشه در یک برنامه ما بپردازیم به این که به خصوص که الان رشته فوتبال مد نظر هست، چون از یک طرف گفتم حالت انفجاری داری و از یک طرف دیگه هم این سیستم میخواد که از این به صورت ابزاری از فوتبال استفاده بکنه و مسائلی رو هم در اون و در هم در خارج حل بکنه، که ما نمونش هم سال 1998 دیدیم که زمانی که خاتمی روی کار اومد خواست از مسابقات جام جهانی که ایران در مقابل آمریکا قرار گرفت بر حسب قرعه کشی میخواست فرصت طلبی بکنه. الان هم همون شرایط، الان هم روحانی همین شرایط رو داره دنبال میکنه که بتونه از فوتبال که الان مد نظر، چون در جام جهانی که در حدودا تقریبا دو ماه دیگه، کمتر از دو ماه دیگه شروع میشه، در اونجا شرکت بکنه، دارن فرصت طلبی میکنن برای اینکه بتونن هم به صورت ابزاری تبلیغات خودشونو بکنن و هم نشون بدن که ما به ورزش بها میدیم. ولی در واقع الان به لحاظ شرایطی که در داخل و در خارج هست، اصلا تیم ملی ایران یک بازی مهم تدارکاتی نتونست انجام بده. اردوی هم که تشکیل دادن در آفریقای جنوبی تا چند روز پیش با 11 نفر، یعنی اگر کسی که اهل فوتبال اهل ورزش باشه بگه که یک تیم فوتبال برای اردوی آمادگی با 11 نفر، اونم برای جام جهانی، جام جهانی، هم خنده است و هم تلخ. چند نفری هم اضافه شدن و بعد معلوم نیست به کجا، هر کدوم هم گناه به گردن اون یکی میندازه. من تو این چند روزه هر مقاله‌ای که مطالعه کردم یا رئیس فدراسیون انداخته به گردن مربی، مربی انداخته به گردن سرپرست، اون یکی به وزارت ورزش و همینطور مثل یک سیکل نامطلوب مریض میچرخه و این آینده نمیتونه آینده خوبی برای ورزش ایران باشه. ورزش ایران بیماره، علیل به عبارتی، و این نفسی هم که میکشه همونطور که گفتم به کسی نیستن که واقعا با سختی دارن دنبال میکنن و غیر از این هم به صورت ابزاری و به صورت اینکه بتونه هم سرکوب بکنه هم کنترل بکنه و هم بتونه در سطوح تبلیغاتی اونم در خارج بتونه ازش استفاده بکنه. در بحث فساد، در بحث عقب افتادگی، من فکر میکنم یک فرصت چند ساعته میخواییم که بهش بپردازیم، انشالله فرصت پیدا کنیم. آقای مبدت، خوب اشاره کردین به بازی های جام جهانی فرانسه بود که ایران در لیون بازی داشت با آمریکا. بله. خاطری از اون بازی دارین؟ چون فکر کنم خودتون جزو تماشاگران اون برنامه بودین. بله، بله. بله. یکی از من همیشه برای دوستان یا در خانه برای بچه ها، چون هر دو پسرام هم حضور داشتن میدونن، ولی خب سنشون پایین بود، ولی گاه هم فیلم ها رو نگاه میکنم میتونم بگم که تیم ملی ایران خوش شانس ترین تیمی بود که در اون بازی در مقابل آمریکا که تیم
تا باید میشه گفت قابل مطرح داشت در اون زمان، این همه تماشاچی داشت و این همه هم تماشاچی یک صدا این تیم رو تشویق میکردن، و ضمنی که خب مسئلهش هم یا موضوع اساسی هم با اینکه خاتمی میخواست از این فرصت استفاده بکنه و خودش به عنوان یک مدره مطرح بکنه و در پشت همینطور که بعدها همین مقاومت افشا کرد پروژه ساخت بمب اتمی رو دنبال بکنه، اون پیمان یک سرفصلی بود که هم مقاومت قدرت خودش رو نشون داد و هم یه پشتوانه بزرگی بود برای پیروزی تیم ملی در مقابل آمریکا، و خود منم شاهد بودم که بی سابقه بوده و هنوزم که فیلم ها رو میبینم. ولی یک چیزی به دست من رسیده جا داره که من اینو برای دوستان مطرح بکنم، برای بینندگان. به مناسبت جام جهانی 2006 که در آلمان بود، یک سری کتاب های مربوط به هر دوره از جام جهانی منتشر شده که یکی از این کتاب ها مربوط به سال 1998 در فرانسه بود که میشه لطفا نشون بدیم که بله، این یک صفحه که مربوط به ایران هست، چون ایران در گروه آلمان، یوگسلاوی اون زمان و آمریکا حضور داشت و گروه مشکلی هم بود. بله گروه مشکلی بود و این قبل از این باید اشاره بکنم که خب کلن در فوتبال یا هر در میادین ورزشی کلن فعالیت‌های سیاسی ممنوعه، البته بحث داره ولی درست هم هست، ولی شرایط ما شرایط عادی نیست. در اون موقع خود تلویزیون‌های رژیم تماشاچی رو اصلا نشون نداد، یعنی سانسور کامل بود. در خیلی از کشورها من بعداً دیدم تماشاچی هم نشون میدادن، ولی هر جایی که نشون میدادن صحنه‌ای بود که از مقاومت بود، صحنه‌ای با حضور هموطنان عزیزمون با تیشرت‌ها و تصاویری از خانم رجبی و آقای رجبی و شورای بیگانه. این صفحه است که در این کتاب اومده، یعنی بعد از اینکه یک گزارشی داده از مسابقه، بعد اشاره کرده به حضور خاتمی برای اینکه خواسته خاتمی به عنوان رفرمیست خودش جا بزنه، و بعد یه قسمتش هم اشاره داره به مقاومت که من اینجا ترجمهش رو سعی میکنم به طور خلاصه. نبینا زیر عکس نوشته شده، اگه توجه بکنید زیر عکس نوشته شده که اپوزیسیون خارج از ایران در استادیوم فوتبال لیون تصویر مریم رجبی رهبر اپوزیسیون را نشان میدهد. این تیتر زیر عکس است. و بعد من سعی میکنم خیلی سریع این قسمت قسمتی که مربوط به مقاومت ترجمهش اشاره بکنم. اشاره میکنه که محاضا یک مسابقه قابل ارزش که تیم ملی ایران به حق در مقابل آمریکا 2-1 برنده شد، فقط در حاشیه شکل دیگری هم بود. نمایندگان اپوزیسیون در خارج با همراه داشتن تصاویری از رهبران اپوزیسیون فضای استادیوم را به دست گرفتند. برای ماموران حفاظت یک صحنه ناامید کننده بود. با توجه به تعریف فیفا از مراسم غیر ورزشی و غیر خواسته، اما خود را در مقابل این همه تماشاگران خل سلاح شده می‌دیدند. دوربین‌ها نیز این اعتراض‌ها را به تصویر کشاندند. به این شکل بینندگان تلویزیون‌ها در سطح دنیا این چنین یک مسابقه فوتبال را که به گفته داور مسابقه آقای مایر یک لحظه تاریخی عنوان کرده در خاطره های خودشون حفظ میکنن. دو تیم صلح را جشن گرفتن تحت دو کشوری که دشمن هم هستن. در پایان مسابقه هر دو تیم به خاطر اینکه بازی خوب و رفتار خوبی نشون دادن جایزه گرفتن. این چیزیست که بعد از 8 سال چاپ شده، یعنی بعد از اون واقعه این کتاب چاپ شده در آلمان. و به واقع از اونجا که خود منم در اینجا حضور داشتم میتونم بگم که به عنوان یک ورزشکار میفهمم که وقتی یک استادیوم اگه اشتباه نکنم 50 یا 70 هزار نفر جمعیت بوده، بیش حد اکثر جمعیت پشتیبان تیم ایران بودن و تشویق میکردن، و اون چیزی که رژیم خواست جا بندازه که
نه این اومده بودن برای کارهای دیگه، ولی نه خود بازیکن‌ها در مسابقه که داشتن گفتن که پشتیبانی تماشاگرها عامل بزرگی بود در پیروزی ما در مقابل آمریکا، و این یکی از میتونم بگم به جرأت یکی از افتخارات این مقاومت که تونست همونجا ثابت بکنه که به فوتبال، فوتبال مردم نه فوتبال رژیم، نماینده تیم ملی رو نماینده مردم تلقی کرده، پشتیبانی کرده، ولی در موضوعاتش هم سیاست که میخواست خاتمه پیش ببره میزش رو برگردونده. و این خاطره از خاطره خیلی زیباست و خیلی قشنگ. آی مودت از فعالیت‌های شورا اشاره کردین، الان جایگاه شورا رو در سطح جهان اعدام جنایتکارانه دو زندانی در زاهدان، تنین شعار مرگ بر دیکتاتور در کنسرت یزد، شبه نظامیان وابسته به رژیم در الانبار، رژیم ضد بشری آخوندی دو زندانی را روز شنبه 20 اردیبهشت در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخت. این دو زندانی 35 ساله و 33 ساله بودند و بیش از 4 سال در زندان زاهدان محبوس بودند. دشقیمان رژیم آخوندی روز پنجشنبه 18 اردیبهشت 5 زندانی را برای اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلول‌های انفرادی بند قرنطینه زندان زاهدان منتقل کرده بودند. شرکت کنندگان در یک کنسرت موسیقی سنتی در یزد در اعتراض به هجوم مزدوران لباس شخصی خامنه‌ای به این کنسرت شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در این کنسرت که پنجشنبه شب در سالن تربیت معلمی است برگزار می‌شد، شرکت کنندگان با مزدوران لباس شخصی که از ادامه کنسرت جلوگیری می‌کردند درگیر شدند. دانشجویان دانشگاه آزاد کمالوند در خرم‌آباد روز شنبه 20 اردیبهشت در اعتراض به گرانی کرایه ماشین‌های خط میدان شقایق به دانشگاه در مقابل دانشگاه دست به تجمع زدند. اعتصاب کامیونداران در شهر نائین در اصفهان برای پنجمین روز متوالی ادامه دارد. این کامیونداران که به حمل مرغ از مرغداری‌ها به کشتارگاه‌ها اشتغال دارند، در اعتراض به افزایش قیمت سوخت از 5 روز پیش دست به اعتصاب زدند. ساعت 2:35 بامداد امروز زمین لرزه‌ای به قدرت 4.1 درجه در مقیاس ریشتر بلده در استان مازندران را لرزاند. هنوز از خسارات وارده گزارشی منتشر نشده است. به گزارش تلویزیون عرافدین، طی کمینی که توسط نیروهای عشایر نینوا در عین الجحش کار گذاشته شده بود، 20 تن از نظامیان مالکی کشته، 10 تن مجروح و 9 تن دیگر نیز اسیر شدند. بنا به این گزارش 12 خودروی نظامی نیز منهدم شد. علمت الغربيه من مصادر موثوقه بان ميليشيا بدر الجناح العسكري بعث ب 900 تلویزیون الغربيه به نقل از منابع موثق گزارش داد سپاه شبه نظامیان بدر وابسته به نیروی تروریستی قدس رژیم ایران 900 نیرو را تحت پوشش نیروی فرزندان عراق جهت شرکت در تهاجم به مردم فلوجه فرستاده است.
این نیرو شامل گردانهای حزب الله وابسته به سپاه پاسداران رژیم ایران است که دولت مالکی آنها را به سلاح و تجهیزات و لباس نظامی دولتی جهت کشتار در فلوجه مجهز کرده است. وجود ارتباط وثيق بين ميليشيا عصائب اهل الحق وحزب الله فرع العراق بمكتب رئيس الوزراء العراقي. آقای مبدت، از فعالیت های شورا اشاره کردین، الان جایگاه شورا رو در سطح جهانی چگونه ببینین در مقابل رژیم، وضعیت رژیم؟ خب ما که دنبال میکنیم به جرأت میتونم بگم که اگرچه به خاطر سیاست مماشاتی که کم و بیش حاکمه، ولی در واقع و به صورت حقیقی دو قطر متفاوت، یعنی رژیمو با ویژگی‌هاش و مشخصاتش تروریست بودنش و اینکه دنبال دخالت کردن در کشورهای همسایه و کشورهای دیگه است، اینکه در داخلش اعدام میکنه، زندانی میکنه، اینکه در داخلش فرق بیداد میکنه و اینکه در ارتباط با جهان بیرون از خودش یک رابطه معقول دنبال نمی کنه، شناخته میشه و خیلی صفات دیگه و عملکردهای دیگه‌اش که مشخصاً به دنبال بمب اتمی که این یکی از تهدیدهای جدی هم برای ملت خود ما، هم برای منطقه و هم کل جهان هست، ولی مقاومت رو باید با رفتار عملکردی که مقاومت در این 30 و چند ساله داشته کم کم شناخت پیدا کردن که وقتی پای صحبت در این کنفرانس ها واقعا پای صحبت این سیاست مداران یا نمایندگانی که خودشون سالها تجربه داشتن، خودشون مقام های بزرگی و مسئولانه در سطوح وزیر و مدیر عامل و مدیر کل و یا نمایندگی مجلس داشتن، واقعا پی می‌بریم که این مقاومت چه جایگاه ویژه‌ای رو در این سیاستی که متاسفانه داره دنبال میشه جای خودش رو باز کرده و مورد احترام هست. و خارج از این که مورد احترام هست، اصلا آینده ایران رو اگه هر کسی بخواد بگه آینده ایرانی آزاد، مترقی و رو به جلو تصور میکنه بدون این مقاومت، همشون اذعان دارن که امکان نداره. یعنی ما اگه بخوایم قضاوت بکنیم که در درجه اول قضاوت رو واقعا باید ملت ایران بکنه، ولی اون چیزی که ما شاهدیم، چه از حمایتایی که در سفرهای مختلف به طریق سیما ما شاهدش هستیم یا از طرق دیگه از داخل و یا در روابط و پیوندهایی که در خارج از کشور وجود داره، در کنفرانس ها و برنامه‌ای که وجود داره، این چنین میان و با شاخص قرار دادن خود خانم رجبی که به حق تو این چند ساله با زحماتی و کوششایی که واقعا داشتن و چهره واقعی مقاومت رو نشون دادن، همه اینا تحسین دارن میکنن. همه اینا همونطور که اشاره کردم ایران آزاد رو با این مقاومت میبینن، چون این مقاومت نشون داده که به تمام مسائلی که من اشاره کردم رژیم شاخص شده، براش ویژگی شده که به طور منفیه برخلافش مقاومت اعتقاد داره. به مسئله آزادی، به مسئله فرق جور دیگه نگاه میکنه، به مسئله اصلا زندان سیاسی یا اعدام یکی از بحث‌های اساسی است که این مقاومت شدیداً مخالف اعدامه و رژیم هر روز داره اعدام میکنه. زمانی که روحانی روی کار اومده، اگه اشتباه نکنم من در یه خبر خوندم هر 8 ساعت بله یک نفر. اصلا این یعنی هر 8 ساعت این رژیم حاضره
یک نفر رو اعدام بکنه تا بتونه یک لحظه حکومت بکنه. به خاطر همین هم به نظر من دو وجه کاملا متفاوت و باید یکی رو در یک قطبی قرار داد، یکی رو در یک قطبی. و خوشبختانه این مقاومت راهی که اومده راه سختی نبوده. همین راهی که یا از زمانی که نیروهای عراقی مسئولیت حفاظت اون موقع اشرف رو به عهده گرفتن و الان لیبرتی، زندان لیبرتی، ببینیم که چه فجایعی به وجود آوردن، چه کشتاری صورت دادن. باز این مقاومت روی پای خودش ایستاده، باز تونسته حرف خودش رو بذاره، باز با متانت و با صلح‌آمیز داره مسئلهش رو مطرح میکنه. و اینا رفتاری نیست که خارج از خود ما زیر ذره بین نره، و حتما هم بهش توجه میکنن، حتما هم بحثای درونی خودشون رو دارن که حاضرن اینطوری بیان شهادت بدن، اینطوری بیان مسئله روز رو مطرح بکنن. و از اون موقع اشرف بود دفاع میکردن و الان زندان لیبرتی هست که دفاع میکنن و مشارکت شرکت دارن در اینکه بتونن عزیزان ما از لیبرتی هرچی زودتر به خارج بیان. آیه مودت، وضعیت رژیم رو چگونه میبینین با تضادها و بحرانهایی که درگیرش هست، به غیر از مسائل اجتماعی که ایجاد کرده برای مردممون که لحظه آرامش ندارن از نظر اقتصادی، اجتماعی، آزادی ها؟ بله، اینا جدا از هم نیستن، ولی خب اون چیزی که مربوط به داخل هست در هر زمینش اگه نگاه کنیم یک فاجعه است و حلش نه در عهده این رژیم هست نه در خواست این رژیم هست. اینو من به جرئت میگم، رژیم هیچ وقت نخواسته در این زمینه ها یک راه حل اساسی و در تواناییش هم نیست، ولی در اون ولی یک مشکل اساسی در ارتباط با جهان خارج از خودش داره و در اونجاست که مجبور شده که این جام زهر رو سر بکشه در ارتباط با پروژه ساخت بمب اتمی. و باز که الان هم شروع شده مسئله موضوع حقوق بشر هست، همه اینا جام زهرهایی هستن که رژیم قسمتی سر داده یا این که تا باید بره. اگر رژیم سعی میکنه که جرعه جرعه که شاید اثرش کمتر باشه، ولی حتما این زهر اثر خودشون میکنه، چون رژیم راهی نداره. به خاطر این وضعیت رژیم رو ما فقط میتونیم بگیم که بحرانی. و به ویژه که با مردم ناراضی روبرو هست که عامل انفجار اجتماعی در راه هست، اصلا قیام‌های اجتماعی در راه هست، هیچ شکی نباید کرد. این رژیم با این شیوه سرکوب، با این شیوه گرفتن، با این شیوه که حتی تو زندان هم که خبرها رو دنبال میکنیم که در زندان هم حتی زندانی وقتی که در زندان یک زندانی رو دوباره کتک میزنن معنیش چیه؟ ببینید که دیگه اینا همش از جامعه هست، یعنی چیزی نیست که مخفی باشه یا کسی نبینه. بنابراین جامعه در حالت انفجاری هست و قیام ها هم که شروع بشه من فکر نمیکنم رژیم بتونه این بار جان سالمی به در ببره، برای اینکه این مقاومت هوشیاره، این مقاومت آماده است و در پیوند با قیام مردمی انشالله که هرچی زودتر سرنگونش رو ببینیم انشالله. به عنوان آخرین سال آقای مودت، اخیراً شاهد برگزاری کنوانسیون هایی بودیم که جوامع ایرانیان در خارج کشور برگزار می کردن در بسیاری از کشورهای جهان. پیام این جوامع برای مردم ایران امروز و فردا چی هست؟ از اونجا که این در این کنوانسیون ها اون چیزی که قابل توجهه و حتما بینندگان سیمای آزادی به خصوص باز من اشاره میکنم نسل جوان که در داخل هستن بهش توجه بکنن، حضور جوانان، حضور بیشماری از جوانان هستن که در گوشه نقاط این دنیا تحصیل میکنن، زندگی میکنن، ولی آنچنان دغدغه ایران دارن و آنچنان از ایران صحبت میکنن که خود من گاهن دستمو بالا میبرم در مقابل احساسات، در مقابل مسئولیت پذیری اینا و در بیان موضوعاتی که به ایران مربوط میشه. و این پیام در اصل من فکر میکنم پیامش برای خود جوانان هست که در ایران تحت این حاکمیت
و تحت این اختناق دارن زندگی میکنن که زندگی نیست. خودشون هم میدونن، خودشون هم بارها به طرق مختلف برای تک تک ما پیام دادن که این زندگی نیست که انجام میدن. بنابراین پیام این کنوانسیون در درجه اول، از اونجا که جوانان نقش اساسی رو دارن بازی میکنن و حضور دارن و اینطور با اقتدار، من فهم کنم نظر من هست و همه هم من فهم کنم اتفاق این نظر دارن که رو به نسل جوان داره که آماده باشید، باید که در سرنوشت آینده خودتون نقش بازی بکنید و بدونید که تنها نیستید. و این جوانانی که در خارج هستن اگه اینجا تحصیل میکنن زندگی میکنن، ولی همه فکر و ذکرشون مسئله ایران هست، مسئله خود شما تک تکتون هست. این پیامی است که من از این کنوانسیون ها تا بار تونستم درک بکنم. بسیار متشکرم، خیلی لطف کردین آقای مودت که تشریف آوردین و در گفتگو امروز ما با سیمای آزادی شرکت کردین. ممنونم از حضورتون. خواهش میکنم، من خوشحالم که این فرصت داده شد یک بار دیگه با بینندگان سیمای آزادی در ارتباط قرار بگیرم. خیلی ممنونم. خواهش. همینطور تشکر میکنم از همیهنان عزیز که ما رو همراهی کردن. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.